سلام رفقا خیلی خوش اومدید به قسمت دوم از دوره ای آموزش جی اس سطح متوسط ما توی جلسه پیش اگر یادتون باشه اومدیم با هم دیگه یک متد از دام رو بررسی کردیم متد set attribute که این اجازه رو به ما میداد برای علمان های درون داکیومنتمون بیایم صفت تعریف کنیم و در واقع با این روش خیلی کارها میتونستیم انجام بدیم یک دستور دیگه مشابه این دستور هست با این تفاوت که ما میتونیم مقدار صفت ها رو در واقع صفت های المنتمون رو دریافت کنیم این دستور اسمش get attribute هستش که مشابه در واقع set attribute که جلسه پیش با هم دیگه اون رو برسی کردیم بریم با هم ببینیم که چجوری میتونیم این متود استفاده کنیم من ایپیه دومم رو ایجاد میکنم فایل هایی که میخوام رو هم به این صورت ایجاد کنم اوکی بریم تمپلیت HTML5 رو هم پیاده سازی کنیم این میشه پی صفر دو خب ببینید من میخوام کاری که انجام بدم اینه که بیام فرض کنید که من یه دونه تگ IMG دارم و این تگ IMG من خب طبیعتا یک لینکی داره خب بذارید از همین عکس دیفالت جلسه یک استفاده کنیم من این رو پیست کنم اینجا من میخوام این عکس رو درون این IMG قرار بدم به این صورت لینکش میکنم و الان در واقع عکس من بعد توی خروجی به من نمایش داده بشه قبل از اینکه این رو بریم ببینیم بیایم اسکریپتمون رو هم لینک کنیم اس رو من این اپتا رو لینک میکنم و الان اگر HTML رو باز کنم ایندکس از HTML رو طبیعتا باید به من درون این تگ IMG اون تصویر رو نشون بده خیلی هم عالی خب فرض کنید که من اینجا یک تگ P دارم که IDش رو میذارم Result چرا IDش رو میذارم Result من میخوام با استفاده از دستور Get Attribute مقدار در واقع ولیو این صفت SRC رو از IMG بگیرم از تگ IMG خب چجور میتونم این کار رو انجام بدم الان اومدم یه تگ پی تعریف کردم به نام در واقع با ID result فعلا کاری نداریم با HTMLمون مون اینجا فقط یک باتن هم تعریف کنم که دستوراتمون رو بتونیم وقتی که روش کلیک کردیم اجرا کنیم یک باتن و اینجا اجرار رو می نویسم. دیگه مثل جلسه قبل استایل بهش نمیدیم این رو میخوایم سریع با همین جلسه رو بگیم و تموم بشه و بریم سراغ جلسات بعدی من این رو باز کنم که ببینید شما به چه صورت هستش خب اینجا توی در واقع تگ پی که قرار دادم مقدارش خالیه و خب چیزی نمایش دادن نمیشه و اینم هم دکمه هستش که با هم دیگه ایجاد کردیم بریم سراغ دستورات اول اولین کاری که می‌کنم اینه که میام مثل جلسه قبل این IMG و این تگ پیم رو درون یک متغیر ذخیره میکنم که بتونم بعدا ازشون استفاده کنم یک فانکشن تعریف میکنم و فانکشن من قراره که لینکی که در واقع درون صفت src این ایمیج هست رو کپی کنه پس اسمش رو میذارم کپی لینک و حالا این کپی لینک من یک فانکشن هست که قرار زمانی که روی دکمه کلیک شد روی دکمه اجرا این در واقع دستور برای من ران بشه پس اینجا ایونت آن کلیک رو استفاده میکنم و درون آن کلیک نام این تابم رو می نویسم. حتما پرانتزش رو هم باید کپی کنید تا اجرا بشه و تشخیص بده که این یک تابه هستش خب این هم از این حالا بریم سراغ ادامه کد همون من یک متغیر به نام مایلینک درست میکنم و این مایلینک من قراره که این تگ رو در واقع درن خودش بر بده این رو اینجا می نویسم document get element by id و حالا آیدیش رو انتخاب میکنم آیدی براش نذاشتیم اینجا من که آیدی تعریف میکنم idش رو مثلا میذارم my img این my img رو کپی میکنم و درون پرانتز درون یک string این رو به get element هم در واقع اعمال میکنم اوکی الان من داکیومنت هم رو ذخیره کردم یک متغیر دیگه هم تعریف میکنم به عنوان result که میخوام نتیجه رو درش درش درونش ببینیم واقعا تعداد سوتی های من خیلی زیاده بیایم این رو هم حتی آیدیش خب result دیگه اوکی مشکل نره اینجا یک داکیومنت get element id باز مجدد استفاده میکنیم و درون این قسمت ریزالت رو قرار میدم خب حالا چجوری میتونم مقدار در واقع اساسی رو از آی ام جی بگیرم من این رو اومدم درون یک متغیر تعریف کردم دیگه درسته متغیر مایلینگ کاری که الان میخوام انجام بدم اینه که بیام بگم این رو بری زرون این تگ پی دیگه درسته پس تگ پی من الان کجا هستش درون یک متغیر به نام ریزالت خب من اینجا می نویسم ریزالت دات اینر میخوام درونش در واقع این دستور اجرا بشه و مقدارش رو از این دستور که اینجا می نویسم در واقع دریافت کنه حالا این دستور چیه؟ این دستور در واقع مساوی میشه با خوب توجه کنید اینجا میام نام مایلین کم رو می نویسم وقتی که دات بزنم به آبجکت هاش میتونم دسترسی داشته باشم و اینجا میام از get attribute استفاده می کنم این دستور یک مقدار بیشتر نمیگیره و نام اون صفتی رو که میخواید مقدارش رو سلکت کنید رو اینجا می نویسید برای مثال من توی img میخوام مقدار src رو سلکت کنم پس اینجا کافیه که src رو بنویسم نام صفت رو و الان چیکار کرده این خط کد یک بار با هم دیگه ترستش کنیم من اومدم یک متغیر به نام ریزال تعریف کردم و محتواش رو برابر با این تگ قرار دادم که اینجا مشاهده میکنید بعد اومدم گفتم که بیا این تگ من رو سلکت کن با استفاده از این متغیر که براش تعریف کردم درونش ملش رو مساوی با mylink.getattribute src قرار بده این خط یعنی چی یعنی که بیا mylink رو اینجا سلکت کن یک دات میذارم به آبجکت هاش میتونم دسترسی داشته باشم get attribute رو استفاده میکنم که گفتیم دیگه برای اینکه شما بتونید مقدار یک صفت از تگتون رو سلکت کنید از get attribute استفاده میکنید و من چه صفتی رو میخوام مقدارش رو داشته باشم مقدار src رو و اینجا این رو قرار میدم خب حالا کافیه که خروجی کد رو ببینم بریم با هم ببینیم که این به درستی عمل میکنه یا نه طبیعتا اگر من اجرا رو بزنم باید برای من درون این تگ پی لینک عکسم رو قرار بده من اجرا رو میزنم و میبینید که اینجا لینکش رو به من داد چرا اینجوری اسمش فقط نوشته به خاطر اینکه اینا همشون توی یک دایرکتوری قرار گرفتم و به صورت مستقیم لینک کرده الان اگر مثلا من یه نیو فولدر اینجا به نام img درست کنم و باید درون ep2 درست کنم فرض کنید که اینجا یک پوشه دارم به نام img2 آی و این تصویر رو درون img دو قرار میدم الان اگر من البته این رو باید درست کنیم اینجا چون لینکش عوض میشه اوکی الان اگر خروجی رو ببینم و مجدد رفرش کنم اگر اجرا بزنم میبینید اینجا به من اول پوشه img 2 رو در واقع نشون میده و بعد اسلش دیفالت ایمیج که نام عکسی هستش که من لینکش کردم پس با استفاده از در واقع این دوتا تا اتریبیوت در واقع این دو تا متد ما میتونیم خیلی کارها بکنیم متد get attribute و set attribute که مثال هایی رو براتون توی این دو جلسه زدیم و قطعا قطعا توی پروژه ها از این دستورات استفاده خواهیم کرد بعد از اینکه دستورات دام رو به یه حدی رسوندیم دیگه میریم سراغ پروژه زدن و داستان تازه اونجا جذاب میشه فکر کنم برای این جلسه کافی باشه نمیخوام زیاد طولانیش کنم و فقط خواستم که این دستور رو یاد بگیرید ما یک دستور در مشابه این دستورات هم داریم که فعلا نمیگم چیه ولی اونم با همین گت اتریبیوت و سه شروع میشه البته دو دیگه هم برای گه تجربیو داریم و هم برای سه تجربیو نمیگم چیه برید خودتون ببینید تا جلسه بعد اگر بتونید که در واقع خودتون متوجه اون دستورات بشید خیلی عالی هستش و این رو به عنوان یک تمرین براتون در نظر میگیرم که قبل از اینکه به جلسه بعد رو ببینید برید فکر کنید که در واقع چه متود هایی رو من مد نظرم بوده این هم از این جلسه صحبت دیگه باقی نیمونه طبق روال همیشه اگر دوست داشتید میتونید عضو شبکه های اجتماعیمون بشید لینکشون رو براتون توی دیسکریپشن ویدیو قرار دادم همچنین اگر دوست داشتید میتونید عضو کانال یوتیوبمون هم بشید تا اگر ویدیو جدید منتشر شد اولین نفر بهش دسترسی داشته باشید شاد پیروز باشید شما رو خدای بزرگ میسپارم تا دیدار دیگر بدرود